یعنی انقلابی که داره رخ میده در این سالهای اخیر، در این بعد از انقلاب ایران، انقلابهای پیاپی داره رخ میده در جامعه و این انقلابها رو زنها دارن انجام میدن. یعنی درک ما رو از حقوق بشر عوض میکنن، درک ما رو از حقوق زنان عوض میکنن، درک ما رو از حقوق کودک عوض میکنن، درک ما رو از محیط زیست عوض میکنن، درک ما رو از صلح عوض میکنن، درک ما رو از زندگی عوض میکنن، درک ما رو از سیاست ورزی عوض میکنن و چقدر مردها رو متحول کردن. یعنی نسلی که حالا نسل بعد از من هست، خب خیلی متحول شده. یعنی نسل مردها و اینها چیزی جز همون تحولی نیست که زنها به وجود آوردن و زنها در حال یک انقلاب بسیار پرشتابی رو در بدنه جامعه، در بستر جامعه دارن انجام میدن. این انقلاب خیلی مهمه، یعنی مدام داره متحول میشه جامعه به شکل شگفت‌آوری. و من خب به خاطر اینکه مسئله زنان برای من مهم بود، من از سال اواخر دهه 90 به چند تا کشور اسلامی سفر کردم، تحقیقات انجام دادم راجع به جنبش‌های فمینیستی در تونس، در مراکش، در لبنان، در سوریه، در کشورهای مختلف اسلامی و خب با کسانی مثل خانم فاطمه مرنیسی که از بزرگترین فمینیست های عرب بود و دیگر حال داستان نویس ها و فمینیست ها ارتباط داشتم. و خب مسئله فمینیسم و مسئله جنبش زنان همیشه برای من مهم بوده، حالا در چارچوب خیلی گسترده تر جهان اسلام. اما در ایران واقعیت اینه که جمهوری اسلامی باعث شد که این حرکت شتاب بیشتری پیدا بکنه، مسئلهش بیشتر باشه. یه بار فاطمه مرنیسی میگفت که من به یکی از فمینیستای آمریکایی گفتم که فمینیسم در کشور ما خیلی موفق تر از کشور شما خواهد بود. یعنی فمینیسم در کشورهای اسلامی موفق تر از کشورهای اروپایی خواهد بود، به دلیل اینکه در اینجا فمینیسم یک مسئله حیاتی است، یک حقوق زنان یک مسئله حیاتی است و برای همه حیاتیه و در نتیجه چیزی نیست که حالا یک جنبشی در کنار جنبش‌های دیگه. و ما مسئله مرگ و زندگیه در حقیقت برای ما. و حالا جمهوری اسلامی واقعا این کارو کرد، یعنی حقوق زنان رو تبدیل کرد به مسئله مرگ و زندگی جامعه. یعنی زنانی که یا میگن ما با کرامت انسانی زندگی میکنیم یا اینکه نمیخوایم این شرایط تحمل بکنیم. یعنی واقعا و زنها در حقیقت به ما آموختن کرامت انسانی چی هست و اینکه نخواستن که تحت انقیاد، حتی زنهای مذهبی هم به نظر من نخواستن. الان شما با زنهای مذهبی هم صحبت بکنید، این زنهای مذهبی هم الان در مقابل خیلی از احکام فقهی مثل تعدد زوجات یا نابرابری ارث یا حضانت بچه یا اصلا این تصور که زنها حقوقشون نیمی از مردها، با اینا مخالفن و خب سعی میکنن که حالا در عمل تغییر میدن، عمل نمیکنن یا از نظر فکری تغییر میدن. این نشون دهنده این که زنها عمیقا این روح کرامت انسانی رو بهش دست یافتن و حاضر نیستن که به هیچ قیمتی زنجیرهای بردگی و بندگی رو که این سنت و عادت و عرف و مذهب و سیاست و حکومت برشون تحمیل میخواد بکنه بپذیرن. این برای ما فوق العاده با ارزشه. یعنی بزرگترین اتفاقی که داره در جامعه ایران میفته این انقلاب زنانه است و این انقلاب زنانه انقلاب انسانیته، هیچ ربطی به یک جنس نداره، بلکه انقلاب انسانیته و انقلاب روح ایرانی است که داره پوست میاندازه در حقیقت. و من فکر میکنم، من خیلی امیدوارم به این دلیل که هیچ تغییر واقعی نیست مگر تغییر اجتماعی باشه، تغییر از بالا نباشه. و اون تغییری که زنها دارن به وجود میارن یک تغییر کاملا ارگانیک، خیلی خیلی اصیل، خیلی طبیعی، خیلی واقعی و خیلی ریشه دار هست. و در حقیقت چون که بر ارزش‌های انسانی مهمی مثل کرامت انسانی، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل حقوق انسان استوار هست، بنابراین خیلی خیلی با ارزش هست. من صحبتمو تمام می‌کنم با باز یک جمله از خانم مرنیسی که میگفت که علت اینکه بنیادگرایان با زنها اینقدر بد هستن، اینقدر دشمنی دارن،
اینه که بنیادگرایان میخوان، خب آرمان شهرشون در گذشته است دیگه، صدر اسلام و اینه که میخوان ما رو برگردونن به عقب، ولی زنان در پشت سر خودشون هیچ چیزی برای برگشتن ندارن و تمام نگاهشون به آینده است. بنابراین زنان نیروی هستن که همواره نگاهشون به آینده است و میخوان به سمت آینده برن، اما بنیادگرایان میخوان به سمت گذشته برن. اینا در دو جهت معکوس دارن حرکت میکنن و طبیعی است که تاریخ گواهی میکنه که زندگی و زایندگی و حیات و خوشبختی از آن کسانی است که به آینده میاندیشند و به کرامت انسانی. و من آرزو میکنم که این رنجی که زنان ما امروز میبرند پایان پیدا بکنه و در حقیقت خوشبختی زنان موجبش خوشبختی همه ما ایرانی ها بشه. سپاسگزارم. آقای خلجی، من یه اشتباه مورز کردم و اون که اول اتاق این ریپلی رو نذاشته بودم و واقعا صمیمانه ازتون سپاسگزارم. من مدتیه که شما رو فالو میکنم و مرتب به بچه ها میگم بالاخره یه جایی داریم یه کمی حرف تازه میشنویم، یه کمی یه باد تازه ای داره میاد، یه نسیمی داره میاد. چقدر صحبت های شما کامل و جامع بود. ازتون میدونم روز مشغولی دارین، همونجور که خودتون اول گفتگوتون گفتین، حتما به نظر من اینو ادامهش بدیم، یا مطمئنم شما حتما تو یوتیوب بعدیتون راجع به این صحبت میکنین، چون من الان نگرانی بعدیم جنگ روایت هاست. این چیزیه که من صبح نوشتم گفتم یه بمب اتمی امروز توی تهران منفجر شد، حالا قبل از اینکه بمبای اتمی که اینا به هم دیگه وعده میدن منفجر بشه. و این مسئولیتی که احساس میکنیم نسبت به این، در واقع همین میگم دیگه، این جنگ روایت ها و این فضای مسموم رسانه ها که الان چجوری این به دست افراد میفته و چقدر ما باید این بلنگو رو بتونیم به یه نوعی حداقل دست خودمون هم بگیریم، بدون اینکه بخوایم به قول شما کار سلبی نمیخوایم بکنیم، ولی کار ایجابی خودمون رو انجام بدیم. نظرتون چیه دیگه، چی کار میشه کرد؟ بله، من در خدمتون هستم هر موقعی که بفرمایید. و همین باید سکوت نباید کرد. ببینید نظام های به اصطلاح تمامیت خواه میخوان قلمرو عمومی، فضای عمومی رو خاموش کنن و ساکت بکنن. تنها کاری که میشه کرد اینه که سکوت نباید کرد، باید سخن گفت، باید سخن گفت، سخن روشن، صریح، صادقانه و سرراست و شجاعانه. نباید ترسید. تمام این نظام های به اصطلاح فاشیستی میخوان دو چیز رو از شما بگیرن، یکی دلیری رو، شجاعت رو، و یکی امید رو، بنابراین یأس رو. یعنی یکی میخوان به جامعه یکی ترس رو القا بکنن و یکی یأس. باید در برابر ترس و یأس مقاومت کرد با شجاعت و با امید. و بدونیم که همین قدرتی که این خانم، ببینید این خانم برای اینکه باهاش برخورد بکنن چقدر آدم اینها اجیر کردن که با این خانم برخورد کنن، چقدر با نمیدونم نیروهای نظامی بودن. شما ببینید قدرت یک بدن زن رو در مقابلش ببینید چه انگار یه سپاهی آوردن که این خانم رو کنترل بکنن، این خانم رو مهار بکنن، این خانم رو حذفش بکنن، این خانم رو خاموشش بکنن، این خانم رو نامرئی بکنن و دیدنی نکنن. ببینید چقدر قدرت، این توجه بکنید چقدر قدرت. یعنی این خانم نه اسلحه داشته، نه لباس داشته حتی، یعنی کاملا شکننده بوده، با شکنندگی تمام خودش رو در فضای عمومی اوریان و عیان کرده. و این شجاعت محض هست و این بیشترین چیزی که اینها رو میترسونه. و ببینید اون شکلی که باش مقابله میکنن چقدر نیرو میگذارن، نشون دهنده قدرت اوست. بنابراین یه قدرتی در همه ما هست و اون خود ما هست، یه قدرتی در همه زنان هست و اون صدای زنان هست، فکر زنان هست، خواست زنان هست. و به خاطر همینه که یک حکومتی داره با شما مبارزه میکنه. شما با یک نمیدونم دو تا لات سر کوچه مواجه نیستید، بلکه با یک طرف روحانیت، یک طرف لشکر نمیدونم سپاه، بسیج، نمیدونم دستگاه تبلیغات، صدا و سیماست، مدرسه است، هم داره یه حکومتی داره با شما مبارزه میکنه. پس ببینید شما چقدر قدرت دارید و باید در برابر یأس و ترس مبارزه کرد و باید ایمان بیارید به یک چیز و اون خودتون هستید.
و هیچ چیزی به قدرت خودتون نیست و باید کسانی که حالا زنان که جای خود دارن خود رو دارن، ولی مردها باید بدونن که سرنوشت ما سرنوشت زنان هست و آینده ما آینده زنان هست و بدون آزادی زنان آزادی برای جامعه ایران ناممکن هست و مبارزه برای حقوق زنان مبارزه برای حقوق بشر هست و هیچ خوشبختی برای جامعه ایران قابل تصور نیست مگر اینکه همه ما مسئولیت مدنی رو در این راه بپذیریم و یه مقدار از اون حالت رخوت و رکود و بی‌تفاوتی بیرون بیایم. نباید به هیچ وجه بی‌تفاوت بود، جامعه رو باید تشویق کرد به اینکه از بی‌تفاوتی و این کرختی و بی‌حسی بیرون بیاد و در حقیقت در مقابل وضعیتی که هست مسئولیت شناس باشه و بدونه که جامعه قدرتی داره که مطلقا هیچ ارتش و قدرت سیاسی و نظامی نمیتونه در برابرش به زانو در نیاد. بنابراین باید به خودمون اعتماد به نفس داشته باشیم، به همدیگه اعتماد بکنیم و همه برای آزادی و در تکاپوی عدالت و کرامت انسانی تلاش بکنیم. سپاسگزارم از شما و اگر اجازه بدید از خدمت شما مرخص میشم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. جمع شده که توی این اتاق هستن و حداقل با حرفای شما موافقن منتقل میکنم. الان این برانبر گفتگو زیاد خواهد شد، هر چی از این بقول من صحبتهای آقای خلجی شنیدیم و قبول کردیم و به دل ما نشست یا فکر میکنیم با حقیقت ما همراهه، ما هم میتونیم که صدای این شجاعت ها و این حقیقت های اوریان باشیم. یک دنیا سپاسگزارم. باور جون اگه نکته چیزی داری بگو و خیلی خیلی با من سوال داشتم با دور آقای خلجی اگر امکانش هست بگو. بفرمایید. درود بر شما همه عزیزان. آقای خلجی عزیز، من حالا صحبت خودم در ادامه خواهم کرد، فقط چیزی که برای من خیلی جای تعجب داشت این برخوردی بود که اون قشر نخبگانی ما داشت. ما 78 یادمون هستش که چطور دانشجوها هم حمایت میکردن، اما در تصاویری که میبینیم متاسفانه به جای اینکه برن دوروبر این خانم بگن حمایتش بکنن، حتی خانم هایی که دارن فیلم برداری میکنن میخندن و یک حالت بی‌تفاوتی در قش نخبگانی ما میبینیم که این واقعا خطرناک و جای تأثیر داره. من میخوام ببینم واقعا چه بلایی با سر ما آوردن، چیکار کردن با این جامعه، چرا به این سمت رفتیم و چطور میشه از این مخمصه خلاص بشیم، از این بی‌تفاوتی که حتی قش نخبگانی ما رو گرفتار کرده. من بله حالا حد در فرصتی صحبت میکنم، همونطور که عرض کردم من باید متاسفانه از خدمت شما مرخص بشم، ولی به طور کلی ما در جامعه زندگی میکنیم که در این 45 سال مدام به اصطلاح با شوک مواجه بوده. به اصطلاح یه دکترینی که خانم فراموش کردم خانم کلاین بله صحبت میکنه راجع به دکترین شاک، این در مورد جمهوری اسلامی کاملا صادقه. شما وقتی که جامعه رو مدام با شوک مواجه میکنین، همونطوری که خانم کلاین توضیح میده، شوک جامعه باعث میشه که جامعه هر شوکی باعث میشه که جامعه گذشته رو فراموش بکنه، گذشته یادش بره، دوباره ریست میشه، دوباره انگار از اول. بعد همینطوری این حافظش مختل میشه، هم حافظش مختل میشه، همین که همونطور که مثلا به بدن شوک وارد میشه بدن کم کم بی‌حس میشه، یعنی در برابر شوک جدید فقط یه تکون میخوره ولی دیگه حرکت نمیتونه بکنه. این شیوه است که توی نظام های استبدادی به صورت سیستماتیک به کار میبرن دیگه. شما در جامعه ایران هم همینطور، حالا از انقلاب و بعد جنگ و بعد همینطوری چیزای وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی و نم اعدام و گرفتن و این داستان ها و وضعیتی که الان توی جامعه هست، اینکه شما باید برای چیز اولیات آزادی های اولیه خودتون باید مبارزه کنین، شما برای حاجت های اولیه زندگیتون باید درد بکشید، باید زجر بکشید. تبعیض شدید تبعیض وقیحانه در جامعه ما وجود داره. یعنی تبعیض وقیحانه به این معنی است که تبعیضی است که اولا
قانونیه و ثانی یعنی که توجیه میشه، مقدس میشه این تبعیض، یعنی تبعیض علیه زنان تقدیس میشه، اینو بهش میگن تبعیض وقیحانه و یعنی به راحتی حقوق زنان زیر پا میگذارن و اینو فرمان خدا میدونن و تقدیس میکنن. خب این با این شرایط طبیعی که جامعه نام میشه، بی‌حس میشه و باید تلاش کنه. راههایی هست برای اینکه ما همدیگر رو حساس بکنیم، یعنی این سنسیبیلیتی که وجود باید وجود داشته باشه دوره زنده بشه. شما این بدنی رو که بی‌حس شده کم کم به هوشش بیارین و بهش بگین که اونچه که داره میبینه یک واقعیت بسیار بسیار بحرانی است که اگر باش به درستی برخورد نکنه میتونه به سرانجام ناگوارتری از اونچه که امروز هست برسه. راههایی هست برای این کار، باید مقاومت کرد در برابر بیتفاوتی. فاجعه از بیتفاوتی بزرگترین فاجعه است که یک جامعه میتونه بهش دچار بشه. باید در برابر بیتفاوتی مقاومت کرد و برای به اصطلاح سنسیتایز کردن و حساس کردن جامعه باید تلاش کرد. این راه های خودش رو داره و من فکر میکنم وظیفه همه ما هست که همدیگر رو مدام نسبت به وضعیتی که هست هشدار بدیم، آگاه بکنیم، مسئولیت های همدیگر رو به همدیگه گوش زد بکنیم. جامعه باید خودش در برابر خطرها از خودش حفاظت بکنه. هیچ پناهی، هیچ درمانی، هیچ نجاتی بیرون از جامعه نیست. جامعه خودش پناهگاه خودشه، خودش درمان خودشه، خودش حافظ خود و نگهبان خودش هست و نباید این نگهبان به خواب بره. سپاسگزارم از همه شما، برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و به امید ایرانی آزاد و به امید موفقیت جنبش زنان در ایران. خیلی ممنون، واقعا سپاس که با وقت کم و محدودتون برخوردی که با فاشیسم باید بشه و از فاشیسم ضد فاشیسم که صحبت میکنید واقعا اینا شنیدنی. من پیشنهاد میکنم به همه که اصلا حالا سوای این موضوع که خیلی مشتاقانه منتظر خواهیم بود که ببینیم چه مطالب دیگری رو میبینیم، متاسفانه ضبط نشد. خیلی پیشنهاد میکنم هستن دوستان یوتیوب اسم مطالب رو ما حتما توی چت میذاریم. نوری تاباندی مهدی جان، واقعا نوری تاباندی در این روز تاریک ما. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. روز زنده باشین.